دموکراسی باید زیر سایه شاهنشاهی ایران قرار بگیره، نه شاهنشاهی ایران زیر سایه دموکراسی. نه، این تفاوت هست بین دموکراسی انجمن پادشاهی ایران و دموکراسی جهان غرب. همه چیز در زیر اقتدار شاهنشاه به راستی قرار میگیره و شاهنشاه نماینده ملت ایران هست و انجمن پادشاهی ایران ناظر بر رفتار و کردار پادشاه هست. پادشاه ایران اجازه سرمایه گذاری نداره. پادشاه ایران اجازه داشتن نمیدونم حساب بانکی در خارج از میهن رو نداره. پادشاه ایران نمیتونه ملک و املاک داشته باشه، نمیتونه از هر کارخونه ای دودونگش رو داشته باشه مثل شاهنشاه آریامهر، مثل دیگر نمیدونم شاهزادگان دورانه پادشاهی پهلوی. اگر میخواست کارش نمیدونم راحت از پیش بره، اگر یه کارخونه ای باز میکرد مثلا چوبوری، باید دودونگش رو میداد به شاهزاده فلان. نه، تفاوت هست. تفاوت هست با سیاستمدارانی که در خارج از دو قول معروف ایران در جهانی که زندگی میکنید توجه کنید به اخبارشون. من نمیخوام نام ببرم، 100 تا 50 تاشون رو یهو میگیرن به خاطر نمیدونم شستشوی پول و این و اون و زهرمار. در کشور شاهنشاهی ایران چنین اتفاقی نخواهد افتاد. هموطنان گرامی، شاهنشاه ایران، بازرسی شاهنشاهی ناظر بر چنین فعل و انفعالاتی در کشور ایران خواهد بود. دموکراسی در سایه شاهنشاهی قرار خواهد گرفت. شاهنشاهی توسط خردمندان و به قول معروف دانشمندان این سرزمین نظارت خواهد شد. شما در جهان کدام، در کدام کشور جهان میبینید که خردمندان و دانشمندان در سر کار باشند؟ هیچ جای جهان. همه جا دانشمندان و خردمندان رو مسخره میکنن، همه جا. هر کس سخن از ریل پالیتیک به میون میاره مورد تمسخر قرار میگیره. اگرم شما این سیستم ها رو، این صحبت ها رو میبینید، هم بدنان گرامی، پس از مرگ این کسان اتفاق افتاده. با دگرگون کردنش، با ادب کردنش به سیستم های خودشون، با شیر بیال و دم و اشکنبه کردن سخنان این دانشمندان که البته در ارتباط سرزمین ایران و ملت ایران هیچ یک از اینها کارساز و چارساز نخواهد بود و نیست. انجمن پادشاهی ایران دعوت میکنه از تمام خردمندان، تشکیل میده انجمن پادشاهی ایران رو از خردمندان سرزمین، نظارت میکنه بر به قول معروف گذشته تک تک این اعضا. کسانی که میخوان در انجمن پادشاهی ایران باشن باید هیچ گونه اشکالی در گذشتهشون نباشه، نباید خیانت به این سرزمین کرده باشن، نباید خیانت به ملت کرده باشن، نباید در غارت شرکت کرده باشن، نباید تجاوز کرده باشن به مال و ناموس دیگران. چنین انجمنی که از دلاوران و خردمندان تشکیل میشه نظارت میکنه، در کار به قول معروف سیاسی شرکتی نخواهد داشت، در کار اجرایی شرکت نخواهد داشت، در هیچ شغل اداری شرکت نخواهد داشت انجمن پادشاهی ایران، که من میخوام و افتخار من بر اینه که عضو انجمن پادشاهی ایران باشم و هستم. پادشاه ایران متفاوت انجمن پادشاهی ایران هست.
پادشاه ایران اقتدار این رو که بیاد و مردم رو به قول من رو بگیر و ببنده نخواهد داشت، ولی اقتدار و قدرت این رو خواهد داشت که دشمنان این سرزمین رو مواخذه کنه. هموطنان گرامی، تفاوت هست بین کسی که به جان ملت بیفته و سرته و سلطنت داشته باشه بر ملتی، تا کسانی که و کسی که به جان دشمنه و دشمنان این سرزمین بیفته و بخواد که حقوق ملت رو تضمین کنه و تأمین کنه و دموکراسیش رو. تفاوت داره این دموکراسی، دموکراسی با پشتیبان هست. دیگه کسی نمیتونه سهام دوزاری رو 200 تومن بفروشه تا سرتو برگردونی برگرده به 2000 دوباره. هموطنان توجه کنید به این مسائل. اینقدر ما رو اینجا تنها ندارید بابا. بین شما هم من میدونم که خردمند هست، خردمند ترسیده. قدری تاریخ خودتون رو به قول معروف خصوصیات ملت خودتون رو مطالعه کنید هموطنان گرامی. اینقدر دنبال جهان غرب را نیفتید. میگن هر کس نمیدونم سرنوشت مادران رو میدید زن پدران نمیشد. بابا سرنوشت خود اینا رو ببینید دیگه. این چه بلایی سر ملت ها میاد روزانه سالیانه، چگونه از هستی ساقط میشن. اینقدر دموکراسی بازی و جمهوری بازی و آزادی که بر در به در بشیم و آزادی که همه چیزمون رو از دست بدیم، دنبال این مسائل نباشید. آزاد باشید، دلاور و آزاده باشید که از آزادی و آزادی خودتون دفاع کنید. برگردید به ارزش های خودتون، برای اینکه ارزش یک انسان متفاوته با انسان دیگه در جامعه دیگه. ارزش هایی که ما به اون باور داریم در فرهنگ ما ساخته شده. ما حتی مزه غذایی که ازش لذت میبریم در فرهنگ ما هست. مثلا گرامی، اگه سیراب شیردون رو بذاری جلو یه دونه امریکایی حالش به هم میخوره، ولی ما بوی سیرابی رو که میشنویم او مای گاد. برای اینکه ریشه فرهنگی داره، ریشه تاریخی داره، هموطنان گرامی، ریشه ژنتیک داره این مسائل در ما و در هر مردمی. ما باید به خصوصیات خودمون برگردیم. برای اینکه ما متفاوتیم، ما به راستی نیازمندیم. ما به راستی پوزش میخوام باور داریم. راستی به پشتیبان نیازمند هست، نه سیاست باز نیازمند پوزش میخواد. راستی به پشتیبان نیازمند هست، نه به سیاست باز و سیاست مدار. سیاست یعنی حق بازی، یعنی دروغ. انجمن پادشاهی ایران پوزش میخواد به پالیتیک و سیاست باور نداره، زیرا که بنیانش راستیه. ما به دبیر نیازمندیم، دبیری داریم، نه سیاست. دروغ نخواهیم گفت به ملت ایران. واقعیت رو در مقابل ملت قرار خواهیم داد بر طبق فرهنگ ملی. ما فاصله دولت و مردم رو کم میکنیم هموطنان گرامی. پادشاه ایران نماینده بخش چپ جامعه خواهد بود، نماینده بخش مولد این سرزمین خواهد بود. برای اینه که کسی همراهی انجمن پادشاه ایران رو نمیکنه هموطنان گرامی. این همه پولدار تو این سرزمین هست، این همه قدرتمند مالی در خارج از میهن هست، چرا کسی از هوشنگ پشتیبانی نمی کنه؟ چرا کسی سعی نمی کنه یک تلویزیون ملی برای این سرزمین در خارج از میهن به وجود